90 روز تا تاریخ سرنوشت ساز. گاه شمار برای 16 عمل روز تا روز کوتاه‌تر و نگاه‌ها همچنان دوخته شده به نخستین انتقال سیاسی اینچنینی در تاریخ افغانستان. تولو نیوز در 7 روزی که گذشت به پشت و پهلوهای انتخاباتی از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب بلندگوی آواز سیاستگران محلی، مردم و نمایندگان مردم افغانستان نسبت به انتخابات 93 شد. گپ زیاد بود و تفاوتش هم کم نبود. یکی از امنیت میگفت و دیگری از ناامنی. برخی ها از آگاهی لازم سخن میزدند و شماره هم از نبود آگاهی. پرسش ها: آیا فردا آخرین روز ارائه گزارش تامین امنیت مراکز رایدهی خواهد بود؟ آیا اطمینان لازم بالای مدیریت انتخابات توسط کمیسیون های انتخاباتی وجود دارد؟ و سرانجام آیا واقعا باید با آینده خوشبین بود؟ تولو نیوز یکی از بزرگترین رویدادهای سیاسی تاریخ معاصر افغانستان را به گونه لحظه به لحظه و هر شب در اینجا به گونه زنده و به طور متفاوت پوشش خواهد داد. در ادامه ای را این بار نیز تولو نیوز ایستگاه اطلاعات دقیق در مورد انتخابات افغانستان خواهد بود. سلام و وقت بخیر. بیننده نخستین ویژه برنامه انتخابات 93 در مورد آنچه که در 7 روز گفته شد از تولو و شبکه جهانی تولو نیوز با من مسلم شیرزاد هستید. آقایان محی‌الدین مهدی عضو مجلس نمایندگان، ضیاءالله قمرخیل رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، داوود مرادیان رئیس اینستیتوت مطالعات استراتژیک و جمع از دانشگاهیان و فعالین مدنی در اینجا با ما حضور دارند. مهمانان گرانقدر، خوش آمدید. آقای امرخیل، با شما آغاز میکنم. ما در هفته‌ای که گذشت به موضوعات مختلف انتخاباتی پرداختیم، از جمله امنیت در ولایت‌های سرپل، غزنی، فاریاب، میدان وردک و اروزگان. بخشی از پاسخ‌ها در مورد امنیت چنین بود: چالش امنیتی وجود داره؟ دو، هماهنگی وجود نداره؟ خلای امنیتی در نزدیکی انتخابات بیشتر خواهد شد و خواست شما هم دست کم فردا باید گزارش نهادهای امنیتی در مورد تامین امنیت مراکز رایدهی ارائه شود. واقعا چه جریان داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زهم خپل سلامونه تاسو همدارنګ ټول حاضرینو ته د افغانستان شریف او نجیب خلکو ته وړاندې کوم. مننه کوم د تلون او تلونی او شبکې نه چې همیشه د ولس غږ تر چارواکو همدارنګ د چارواکو غږ تر ولسه پورې رسولی او دغه یو ملي پروسې لپاره په ښه توګه او همدارنګ د آګاهي ورکولو او د خلکو خبرولو لپاره زیار باسي قابل د قدردانی او زړه له کومې څخه مننه ورڅخه کوم. اجازه راکړئ چې یادوري وکړو د ټاکنو خپلواک کمیسیون زیار باسي تر څو د راتلونکو ټاکنو لپاره تدابیر ونیسي. یو د مهم موضوعاتو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیرو ټاکنو د درسونه او همدارنګه چې کومه زده کړه کړې ده هغه د امنیتي موضوعات دي. دا ځل د ټاکنو خپلواک کمیسیون 14 میاشتې د ټاکنو د ورځې څخه مخته امنیتي ارګانونو سره د مراکزو لست شریک ترڅو د امنیتي ارګانونه کافی وخت ولري خپل ارزیابي په دقیق شکل وکړي او د افغانستان خلکو ته او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته اطمینان ورکړي. اولین بررسی یا ارزیابي چې دوی تکمیل کړ د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره پس له 15 میاشتو معلومات شریک کړ چې په 15 کټګوریو د مراکزو معلومات یادوري کړې وه. اولی هغه مناطق چې یا هغه مرکزونه چې عادي حالت کې دي. دویمې تهدیدات یې په لاندې کچه ښودلي وو. درېیمې تهدیدات متوسط کچه باندې وو. څلورم تهدیدات په لوړه سطحه او پنځم هغه مراکز 295 مرکزونه په ټول افغانستان کې چې هغه مناطق د مخالفینو تر ولکې لاندې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه ارزیابي باندې اکتفا ونه کړه. دوباره یې د امنیتي ارګانونو څخه غوښتنه وکړه چې امنیتي ارګانونه باید په دقیق شکل معلومات راټول کړي، ساحې ته بیرته لاړ شي، ارزیابي په دقیق شکل وکړي تر څو قناعت بخشه نتیجه د خپل ارزیابي ټاکنو خپلواک کمیسیون سره وکړي. چې هغه تقسیم اوقات په اساس باندې باید په 15 د جدي باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره معلومات شریک کړي. نن ورځ پس له امنیتي ارګانونو د غوښتنې نه وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه مدت 10 ورځې نور هم وغځوله تر څو امنیتي ارګانونه د خپل هماهنګي او همدارنګه ولایت ته سفرونه پیل کړي دي، ساحې ته یا زونونو ته چې سفرونه پیل کړي دي نتیجهګیري په دقیق شکل وکړي او د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکړي. په دوو کټګوریو کې دا ځل ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه ده کوم مراکزو ته امنیت تامینولی سي او کوم مراکز ته امنیت نشي تامینېدلی. هر هغه مرکز ته چې امنیت تامینېدلی سي معنا داره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دقیق تدابیر ورته ولري او په هغې کې ټاکنې ترسره کړي. زه امیدوار یم دغه فرصت چې امنیتي ارګانونه لري
دغه فرصت نه په دقیق شکل استفاده وکي او هر ورځ په نزه کېدو باندې زیار وباسي ترڅو د افغانستان خلکو ته دغه تاریخي ټاکنو لپاره کافی تدابیر جدي تدابیر او ترڅو د ټاکنو خپلواک کمیسون وتوانیږي یو سرتاسری قابل د قبول ټاکنې ولري. سپاسگزار. این هم یک خبر تازه در روز دیگر فرصت داده شد تا نهادهای امنیتی گزارش چگونگی تامین امنیت مراکز رایدهی را به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بسپاره. خانم سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم با ما پیوستن. خوش آمدید. حالا اول در کلیتش شما زمانی که در مورد انتخابات 16 عمل صحبت میشه نگرانی از تامین امنیت از شرق تا جنوب تا مرکز تا غرب افغانستان مطرح میشه و شما در این چند شب هم دنبال کردند که در انتخابات 93 گاه مقام های محلی می آمدن میگفتن که خوب اونقدرها نگران کننده نیست، اما زمانی که از مردم نماینده های مردم پرسیده میشد نگرانی مطرح میشد. در کل اول آیا واقعا امیدواری از این که مراکز رایدهی اکثریتش امنیتش تامین شده وجود داره و دوم چقدر نبود امنیت لازم به ویژه برای خانم ها چالش دا خواهد بود تا برن رأی خود را به صندوق بریزن؟ تشکر از شما. من از موقع استفاده کرده سلام و احترامات خود خدمت بیننده های تلویزیون تلو، میهمان های محترم و کسایی که اینجا تشریف آوردن و خصوص نسل جوان که در اینجا علاقه گرفتن آمدن تقدیم میکنم. تشکر میکنم از برنامه‌های تلو در رابطه با انتخابات که تشویق میکنه مردم و آگاهی دهی میده به مردم که در انتخابات شرکت بکنن. البته در یه جای شک نیست که امنیت یک از چالش‌های بسیار جدی و اساسی در انتخابات است در افغانستان و به خصوص برای گروه‌ها یا اقشار آسیب‌پذیر جامعه که او یک زنا است متاسفانه در شرایطی که ما در افغانستان قرار داریم، چون دسترسی زنا در مراکز رایدهی و نسبت به مردم مشکل تر است به خاطر از اینکه ما ترانسپورتیشن منظم نداریم و امنیت لازمه نداریم که خانم ها بتونن واقعا خودشان به تنهایی بدون مرد در قرا و قصابات افغانستان بیایند در مراکز رایدهی و از حق رای خود استفاده بکنن. من فکر میکنم که تمام تلاش ما چی به عنوان یک شهروند، چی به عنوان کسایی که در پست‌های مختلف هستیم و مسئولیت داریم ای باشه که ما تشویق بکنیم که هر قدر مردم افغانستان، زن و مرد افغانستان در انتخابات شرکت بکنه همون قدر شفافیت انتخابات و همون قدر امنیت انتخابات تضمین میشه. به او خاطر مندار نیروهای امنیتی افغانستان باید تلاش خوده، بیشترین تلاش خوده تا حد توان خود تلاش خوده و خرش بتن تا زمینه رو مساعد بسازه که مردم اشتراک بکنه. و تاکید میکنم سر این مسئله که زمانی که مردم افغانستان اعتماد داشته باشه با پروسه و اشتراک بکنند در پروسه، یعنی یک مقدار مشکلات امنیتی را اشتراک مردم حل میکنه، هم شفافیت انتخابات هم عادلانه بودن و انتخابات و امنیت. آقای در پهلوی از زمانی که ما در یک هفته دست کم با نهادهای مدنی صحبت کردیم، با نماینده های مردم، با کمیسیون مستقل انتخابات، دیدگاه ها متفاوت بوده. مثلا نهادهای امنیتی میگن که آنقدرها هم نباید نگران تامین امنیت مراکز رایدهی بود، چون این توانایی ایجاد شده و وجود داره. از سوی دیگر نهادهای مدنی میگن که باید نگران بود و باید به این پرداخته شود به عنوان یک چالش. شما به عنوان نماینده مردم و این چند ولایت را که شما گفته های مردم، نماینده های مردم و مقام های محلی شنیدین، نگاهتون نسبت به تامین امنیت انتخابات چی است؟ با درود و سلام بر بیننده های تلویزیون و وزین طلو و با تشکر از دوستا و تشکر از تلویزیون طلو که واقعا در جهت آگاهی دهی گام های مؤثر می برداره. ما بر هر دو وچه ای سخن تاکید میکنم. از یک طرف انتخابات مهمترین چالشی که در برابر انتخابات است امنیت است، در گام نخست در این شکی وجود نداره و نگرانی هایی که نماینده های مردم و سازمان های مدنی ابراز میدارن هم به جای با مورد است و هرچی تاکید بیشتر شده به یه امر خالی از ثواب نیست. ولی در این حال باور دارم که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان توانایی لازم کسب کردن، تجربه دارند، در چند انتخابات پشت سر گذاشتن و امیدوار هستم که با اهتمامات بیشتر
بتوانن این انتخابات امنیتش بگیرن و از پشت خرابکاری یا تهدیدهایی که بر امنیت انتخابات پیش می براین. آقای مرادیان، شما در عین حالی که در یک هفته دنبال کردن مسائل مربوط به انتخابات را، حداقل به عنوان نمونه از چند ولایت و گفته های مردم، نماینده های مردم و مقام های حکومتی را هم شنیدید. در کنار از او در اینجا هم در مورد چالش های موجود، ذهنیت بخشی به مردم بر رفتن به پای صندوق رای و توانایی نیروهای امنیتی افغانستان هم صحبت شد. اول میخوایم نوع نگاهتون را نسبت به این بفهمم و بعدش هم آیا فکر میکنید اعتماد لازم در میان مردم بالای کمیسیون های انتخاباتی برای مدیریت انتخابات حداقل سالم وجود داره؟ خب با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما و شنونده ها بیننده های عزیز شما. قبل از پاسخ مستقیم به این سوال شما اجازه بدید که یک تصوری که در بین دوستان جامعه جهانی ما در مورد انتخابات هست با شما شریک بسازم. دیروز یک مقاله در روزنامه واشنگتن پست چاپ شده بود که نویسنده این مقاله آمادگی های مثبت برای برگزاری انتخابات هم در قسمت افکار عمومی و هم در ارگان‌های مسئول برگزاری انتخابات یکی از نشانه‌های تغییرات مثبت در افغانستان تلقی شده بود و امیدواری‌هایی که امروز در بین جامعه جهانی نسبت به آینده افغانستان وجود دارد یکی از دلایل امیدواری‌ها آمادگی‌های خوبی است که همه ما چه حکومت، چه ارگان‌های امنیتی، چه دستندرکاران انتخاباتی و چه رسانه‌ها در این قدم مثبت داشتند. پس بسیار خبر خوش است که حداقل دوستان جامعه بین‌المللی ما راضی هستند و خوشبین هستند نسبت به آمادگی ما. در قسمت امنیت انتخابات ببینید، خوشبختانه نیروهای امنیتی افغانستان در این چند سال نشان دادند که توانایی برگزاری انتخابات و نشست‌های مهم دارا می باشند. در مورد آمادگی‌های تکنیکی و همچنین اراده سیاسی نیروهای امنیتی افغانستان هیچ شک و تردیدی وجود ندارد و همچنین در مورد هماهنگی‌ها بین نهادهای انتخاباتی با ارگان‌های امنیتی هم شکی وجود ندارد. خوشبختانه تا جایی که من اطلاع دارم و شاید هستم این هماهنگی‌های خوب در حال ایجاد شدن است. اما نکته‌ای که کمتر به اشاره شده است، بعد خارجی ناامنی در افغانستان متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در انتخابات گذشته یک از مسائل مهمی که بین ما و دوستان ما در جامعه بین الملل و پاکستان مطرح بود بحث مسئولیت پاکستان در قسمت تامین امنیت انتخابات بود. به صورت مشخص یک تلفن معروفی است بین جورج بوش و مشرف صورت گرفت که در او مکالمه تلفنی رئیس جمهور بوش به صورت صریح از مشرف خواسته بود که انتظار دارد که پاکستان نقش مثبت در برگزاری تامین انتخابات امنیت انتخابات داشته باشد. متاسفانه این دیالوگ بین ما و جامعه جهانی در قسمت بعد خارجی ناامنی در افغانستان وجود نداشته است و امیدوار هستیم که دستگاه دیپلماسی افغانستان ریاست جمهوری این دیالوگ با نیروهای جامعه جهانی شروع کنند در قسمت مسئولیت‌های جامعه جهانی هم در قسمت پاکستان و همچنین در قسمت هماهنگی ها با نیروهای خارجی. پس بعد خارجی ناامنی در افغانستان شاید گفت اصلا مورد توجه قرار نگرفته است. در مورد بحث سوال اعتماد جامعه و افکار عمومی نسبت به ارگان های انتخاباتی، خب شک و سوال های زیادی وجود دارد، بخصوص در قسمت چگونگی بعضی انتخاباتی که در قسمت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات وجود داشت نبوده یا جر و جنجال هایی که در مورد جامعه مدنی در اتفاق افتاد، دخالت هایی که دفتر رئیس جمهور در بعضی انتخابات داشت، این علامت سوال کران در مورد بی‌طرفی و استقلال کمیسیون های انتخاباتی به وجود آورده است و ما امیدوار هستیم که دوستان ما در کمیسیون های انتخاباتی با این شک و شبهات مبارزه کنند و نشان دهند که واقعا کمیسیون های مستقل هستند. سپاسگزارم. شک، خوشبینی، نگرانی، چالش و نوع نگاه بیرونی ها نسبت به انتخابات افغانستان، اما شما چی فکر میکنید؟ شما بله.
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عبید هستم، فارغ التحصیل دانشگاه پلی‌تکنیک کابل. در قدم اول اجازه می‌خوام که سوال خود مطرح بکنم. سوالم متوجه آقای مرخیل است. البته زحمت‌های کمیسیون مستقل انتخابات در راستای تامین انتخابات و پیشبرد پروسه انتخابات می‌ستایم. من نگران بی‌طرف بودن کمیسیون انتخابات هستم. سوالم مستقیمی است که چرا شما زمانی که حق هم دارین و مکلفیت هم دارین بالای بعض از کاندیدای رئیس جمهوری که هم دو تابعیت هستن، هم برخیشان همسران خارجی دارن و بعضی ها هم متهم به جنایت‌های جنگی هستن، چرا اونها رو شما حذف نکردین از انتخابات؟ با وجود از اینکه لیست کلانتر از این چیزی بود که فعلا هست، اکتیاد کسا حذف شدن از لیست نهایی، اما بعضی کسا هنوز هم باقی ماندن که مشکلات ها دارن. نه کمیسیون مستقل انتخابات و نه کمیسیون شکایات هر دوی کار نکردن. سپاسگزارم. شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالقادر پیمان هستم. یک تن از جوانان گروه تحقیق جوانان افغانستان. در نخست سلام تقدیم میکنم خدمت تمام دوستا و سوالم از جناب مهدی صاحب است که جناب مهدی صاحب، شما به عنوان یکی از وکلای موفق پارلمان افغانستان، آیا نحوی نگرش و دیدگاه گروگانگیری آقای کرزی در نحوی انتخابات به عنوان ازی که بتانه شخص مورد نظر خود را در انتخابات به نحوی برنده اعلان بکنه، دیدگاه شما در این عرصه چی هست؟ و همچنان برتباط آقای مرخیل، اونا گفتن که انتخابات یک انتخابات شفاف و عادلانه هست، قسمی که مردم افغانستان از این ناحیه دیدگاه های متفاوت دارن، و ما من حیث یک جوان از شان سوال مایی است که شما چه اندازه بالای خود اطمینان داری که انتخابات افغانستان شفاف و عادلانه خواهد بود؟ و از آقای مرادیان میخوایم که بله سپاسگزارم، چون این دو سوال کافی هست، میشه دیگر دو سوال هم فرصت برشان داده شد. شما میشه مایک را اینجا خدمت از اینا هم قرار بدین. بسم الله الرحمن الرحیم. سید علی الله حسینی هستم، یک تن از باشندگان ولایت بامیان. عرض سلام ادب دارم خدمت میمانای عزیز، حضور گرامی و بیننده های عزیز تلویزیون تلو. سوال ما از جناب امرخیل صاحب بود و طوری است که هر از گاهی ما و شما شاهد آن هستیم که آواز بلند می شود و خواهان به تعویق انداختن انتخابات می گردند، گاهی در پارلمان افغانستان، گاهی در مجلس سنا و گاهی هم با فراخوان برای جمع‌آوری امضا. در یک چنین شرایطی چطور می توان به برگزاری انتخابات امیدوار بود؟ و آیا کارهای اینچنینی تأثیری برای جلوگیری از انتخابات خواهند داشت یا خیر؟ سپاس گزارم. تشکر. بفرمایید. بلندتر. دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه غرجستان. در سوال ما مربوط به آقای مرخیل میشه. در ولایت دایکندی ولسوالی کذاب، چنانچه که ما آگاهی داریم، هنوز به مردم آن ولسوالی کار توزیع نشده و رای دادن که هم حق آن مردم می باشد که از این حق هم محروم است. بنابراین شما برای حل این مشکل چی تدابیر را روی دست گرفت؟ بله سپاسگزار. بگذارید که کوتاه جوابهای مشخص آقای امرخیل، چون چند سوال از شما پرسیده شد داشته باشم. اولی که چقدر به کاری که انجام میتین اطمینان دارین؟ یعنی اطمینان به مردم میتین که انتخابات به گونه شفاف برگزار میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات مننه د ځوانانو څخه واقعا په ځای پوښتنه وکړي. زه غواړم چې اداوري وکړم، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د قانون په رڼا کې ټاکنې ترسره کوي، او همدارنګه د ټاکنو کمیسیون ایجاد یا اعضاو ټاکنه همدارنګه هم خوشبختانه اولین ځل ده چې د قانون په رڼا کې ترسره کیږي، ټیم تکمیلیږي او په خپل کار باندې پیل کیږي، چې دا د ټاکنو لپاره یو قوت ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر هغه څه چې مخته وړي د ټاکنو د قانون په رڼا کې مخته وړي. سره له دینه چې قانون له لحاظه موږ مکلفیت لرو چې ټاکنې ترسره کړو، اما ټاکنې عموما د یو ولسي پروسه ده. ولس باید د دې پروسې تر شا ودرېږي، مدني ټولنې تر شا ودرېږي، حکومت یې تر شا ودرېږي، ځوانان باید تر شا ودرېږي، نو هلته کیدلی شي چې موږ یو موافق او سرتاسري ټاکنې نشده. او خوشبختانه زه راځم همدې موضوع ته. دا د افغانستان خلکو لپاره یو اطمینان ده که زه د 2014 ټاکنې د 2009 سره مقایسه کوم، یو غټ توپیر وجود لري، مثبت توپیر.
په دې معنا باندې چې 2009 نه د مدني ټولنو آگاهی او قوت کې بشتر توب راغلی ده. همدارنګه د ځوانانو په آگاهی کې بشتر راغلی ده، د امنیتي ارګانونو په قوت کې زیادت راغلی، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم تجربې له لحاظه، هم تعهد له لحاظه، او هم تخنیکی موارد له لحاظه قوت راغلی. یعنی په جمع کې زیادوري کولی سم عموما د افغانستان د خلکو په آگاهی کې اوس رسنۍ 2009 کې چې موږ کومه رسنۍ درلودله 2014 سره تفاوت لري یا 2014 سره. خوشبختانه نن د افغانستان هر ګوټ ته د افغانستان د چارواکو همدارنګ د ولس غږ بیرته وصلیږي. دا هغه قوت ده چې په جمع کې موږ ته د دې اطمینان راکوي چې دغه ټاکنې به انشاءالله په ښه شکل ترسره کیږي، مطمئنانه شکل باندې به ترسره کیږي، سرتاسری به ترسره کیږي، اما ولس باید دا پروسه حمایه کړي. ولس یا دا اجازه راکړي، یعنې دا زه بیا هم تاکید په دې کوم چې دا د ولس یو مسالم حق ده. فقط د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی ته هم لاسرسی برابري، هم د دوی حق نه د رای نه به دفاع کوي، هم په رای په ساتنه کې به مرسته کوي، اما همدارنګه مدني ټولنې هم باید موږ سره همکاري وکړي. چې چگونه این کار را میکنه در حالی که از دوی کندی نام برده شد میشه پاسخ بده؟ غواړم د کندی په مورد باندې چې خور یادوري وکړه د ګیزاب ولسوالي، راځي چې زه غواړم دا لږ تفصیل شکل باندې د ګیزاب ولسوالي چې اصلا د دوی کندی د ولایتو برخه ده، اما په یو فرمان په اساس باندې موقت روزګان ته انتقال شوی ده چې لوجستیکي او اداري موضوعات باید د روزګان نه مخته ویسي. کله چې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارتونه یا مثلا د کار توزیع یا د اوراق هلته یا د مراکزو ته موږ مجبور یاسو چې اداري موضوعات د روزګان له طرفه مخته ویسو، اما بیا هم کله چې دا مشکل موږ د روزګان ولایت نوم هلته لیکل موږ ستونزې سره مخامخ شو، محلي چارواکو، نور زوردارانو، همدارنګه متنفذینو، دا هغه ستونزه ده چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د قوت نه، یعنې یوازې ټاکنو خپلواک کمیسیون د ګیزاب ستونزه نه سي حل کولی. رئیس جمهور د افغانستان د معاونین همدارنګه نظام باید مشکل ته متوجه شي. مشکل وجود داره دا مشکل په جمع کې منطقوي موجود. آقای مرخیل، شما باز هم از زورمندان یاد کردین، در اونجا هم پرسیده شد که در کنار مسئله بی‌طرفی کمیسیون از تاثیرگذاری و چند پیش هم در غور نگرانی مهندسی انتخابات توسط کمیسیون مستقل حقوق بشری ولایت مطرح شد و پیشتر از او شما هم نگران فشار زورمندان بر ناظران انتخابات بودین و در پهلویش سوالی که مطرح شد پاسخ اجازه را که زغوارم چی دا موضوع بیشتر واضح کنم. در تاکون خپلواک کمیسیون تدابیر نیولی راتلونکو تاکون لپاره، مثلا د ناظرینو په برخه کې دا ځل د ټاکنو خپلواک کمیسیون زیار باسي، په ناظرینو باندې فشار راوړي یا په کاندیدانو باندې چې بیشتر ناظرین د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مراجعه کوي، هغه کې معرفي کوي. همدارنګه مدني ټولنه موږ غوښتنه کړې چې په دقیق شکل باندې راتلونکو ټاکنو نه نظارت وکړي. بین المللي نظرونه غوښتنه کړې ده، مد رسنیو نه غوښتنه کړې ده، او زه باور په دې لرم د تیرو ټاکنو د تجربو نه که چیرې ناظر هلته موجود وي، امنیت هلته موجود وي، همدارنګه ټاکنو خپلواک کمیسیون ګمارنه یا استخدام په ښه شکل وکړي، روزنه ورته په ښه شکل وکړي، زه باور لرم چې هیچ چاته به د دې مجال او چانس نه ورکول کېږي چې هغه تقلب باندې لاس پورې کړي. آقای امرخیل، شما زمانی که خودتان نگران فشار زورمندان برای ناظرین هستین، چگونه میخواین بگوین که ناظرین باید اونجا باشه و تقلب صورت نمیگیره؟ بیا هم که ولس چیرې دې پروسې تر شا ودرېږي، زه باور په دې باندې لرم چې دغه فشار کمیدلی سي. در پهلوی که چیرې حکومت هم په جمع کې او دولت د افغانستان د مداخله په ځای باندې د پروسی سره همکاری وکړي، زه باور لرم چې دا ستونزه حل کېدای سي. مثلا دوه ورځې هم دا موضوع موږ مطرح کړی، رئیس جمهور د افغانستان هغه فرمان چې صادر کړی ده قابل قدر ده د افغانستان خلکو ته بالخصوص د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه د رئیس جمهور د افغانستان نه، حکومت نه ده چې په دغه فرمان باندې په دقیق شکل نظارت وکړي، یو والی ته اجازه ورنه کړي چې خپل ولایت نه سو استفاده وکړي، بلکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي، یو امنیتي چارواکي ته اجازه ورنه کړي چې ټاکنې د یو چا په نفع باندې یا چا په ضرر باندې کمپین وکړي، بلکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون یا د پروسې سره همکاري وکړي، په هغه وخت کې موږ توانیږو چې دغه پروسه په موافقانه شکل باندې مخته یوسو. امنیت ایواز د ټاکنو په وړاندې باندې دوه موضوع دیگر هم آقای امرخیل میخوایم خیلی کوتاه و مشخص جواب بدن. اول اینکه اگر چی اون بحث این که دیگر انتخابات برگزار نشه زیاتر منتفی شمرده میشه، اما بازم پرسیده شد که در هر جای سر و صدا بلند میشه، و دوم مسئله کسایی که با تابعیت دوگانه و حتی اشاره شد به خانم ها و اینهایشون وارد انتخابات شدن، قانون چی میگه؟ ټاکنی د افغانستان خلکو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو نمائنده په حیثیت اطمینان ورکوم چې ټاکنې سل فیصده ترسره کیږي. انتقال د قدرت د سیاسي ته بل هیڅ گزینه بل لاره موجوده نه ده بغیر له دې نه چې ټاکنې ترسره کړو. کله چې یوازینۍ گزینه موجوده وي، باید په یو قوت باندې ټول اقوام او ټول افغانان بالخصوص ځوان قشر کار وکړي تر څو دغه ټاکنې موافقانه شکل باندې برگزار شي. اجازه راکړي د کمپاین یا مثلا د کاندیدانو تاسو په جریان کې هسي کله چې د کاندیدانو نوم لیکنه موږ کوله، موږ کافي وخت د دې ونیو، حتی په خپل وخت و زمان مو لیست اعلان نه کړ تر څو موږ بیشتر دقت وکړو، هم د دې دویم تابعیت کې، هم همدارنګه د دوی سنې سال،
همدارنګ جرمی موضوعات همدارنګ د اسناد تکمیل توبه دا هغه موارد چې د ټاکونو خپلواک کمیسون کافی کوشش په دې باندې وکړ ترڅو حق حقدار ته وسپارل شي. دویم تابعیت موضوع یو د هغه موضوعاتو څخه و چې یو ځانګړی کمیسون په وزارت خارجه کې تعین سو او هغه کمیسون دا څېړنه کول او معلومات ټاکونو خپلواک کمیسون سره شریک کول. د ټاکونو خپلواک کمیسون نسی کولی چې د افغان دنیا د ټولو ممالک سره مستقیم روابط ټینګ کړي، څوک دوګانه تابعیت لري څوک نه لري، اما په قانون اساسي کې واضح باید یو شخص یو د شرایطو نه داره چې باید د افغان مور او پلار څخه تولد شوي، نه د میرمن موضوع مطرح شوي کله چې قانون کې مطرح نه وي بینان مونږ قیودات نه سره اړه پدې موضوع. بیننده انتخابات 93 از شبکه جهانی تولو نیوز و تولو هستید. آقای واخنده جمهور کرزه انتخابات را گروگان گرفته، پس از میان برنامه خیلی کوتاه آقای مهدی پاسخ خواهند گفت. باز هم خوش آمدید. بیننده انتخابات 93 از شبکه جهانی تولو نیوز و تولو هستید. آیا واقعا رئیس جمهور کرزه انتخابات را گروگان گرفته آقای مهدی؟ خدا کنه که از صحبت پیشتر من اطور نتیجه گیری نشده باشه که من تمام چالش ها در آور انتخابات نادیده گرفتیم. من منکر هستم که انتخابات به هیچ چالش مواجه نیست. من سوال شما را در خصوص امنیت انتخابات خواستم پاسخ بگیم و با قید احتیاط گفتم که انشالله نیروهای امنیتی و دفاعی ما توان ازی را داشته باشن که جلو بگیرن و نقطه را که خانم سمر و آقای عمر خیلی سرش تاکید کردن من هم تاکید میکنم، چون انتخابات یک پروسه واقعا ملی است. ملی به معنای واقعی کلمه، یعنی افغانستان شمول به زن و مرد افغانستان که به هر قوم و سمت که ارتباط دارن طرف دلچسپیشان است و به حیات اجتماعیشان ارتباط داره. هر قدر که مردم افغانستان بیشتر اقبال شرکت در انتخابات نشان بدن به مو اندازه هم شفافیت انتخابات تضمین میشه و هم امنیتش، یعنی کسی را مجال نفوذ نمیده که به امنیت انتخابات مختل بسازه. در خصوصی که رئیس جمهور انتخابات در گروگان خود گرفته، یک از چالش ها امیسته و از مدت طولانی است که حتی اخبار امضای یا عدم امضای موافقت نامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا اخبار انتخابات زیر شعاع گرفته، زیر تاثیر گرفته و چنین می نماید که رئیس جمهور در ازای امضای موافقت نامه امنیتی چیزی می خواهد که هم کسانی که از طریق رسانه ها من جمله از تلویزیون طلوع صحبت می کنند در این رابطه حدس و گمان هایی را پیش می کنند و هم رسانه های بین المللی در این رابطه حرف ها و سخن هایی را می گن. گمان می کنم به چیزی که اتفاق نظر وجود داره و ایسته که حداقل رئیس جمهور میخواد که انتخابات سال 1993، انتخابات حمل 93 به نفع تیمش رقم بخوره. این اتفاق نظر در رابطه وجود داره که همه میگن و ما امیدوار هستیم که با خبری که امروز خبر خوش ما شنیدم برعکس خبری که شما در میان برنامه به اصطلاح پخش کردین و این بود که مقایسه کرده بود رئیس جمهور ایران، رئیس جمهور پیشین ایران وقتی از وظیفش کارش تمام شد قصر ریاست جمهوری را ترک می گفت، تحایف و هدایایی را که برش در طول دو دوره ریاست جمهوری کشورها و شخصیتها برش داده بودن با خود به خانه خود برد. ولی رئیس جمهور کرزی شنیدم که هم امروز همه ایا را برای موزیم ملی اهدا کرد و یک شوخی اگر اجازه شما بکنم که نشان می ده که رئیس جمهور مایوس شده از این که بمانه به حیث رئیس جمهور. از این تلاش هیچ دریغ نکرد تا جایی که ما میدانیم. از 30 سال به این طرف که بحث خروج نیروهای بین‌المللی یا کم فعالیت شدن نیروهای بین‌المللی در عرصه عملیاتی مطرح است، رئیس جمهور از همون زمان امیر بیان کرد که ما در سال 2014 همزمان دو کار نمیتونیم، یا انتخابات باید باشه یا نیروهای بین‌المللی برایه. یعنی بی‌علاقه نبود. ما امیدوار هستیم که کمیسیون محترم انتخابات، هر دو کمیسیون، کمیسیون شکایات، ذهنیت جامعه بین المللی، ذهنیت مردم افغانستان، سازمان ها و نهادهای مدنی
مخصوصا نسل جوان افغانستان همکاری کنند که خدای نخواسته یک همچو خواب به اصطلاح دیده نشود و اگر دیده هم شود تعبیر نشود. سپاسگزار. چون این خواب دیده شده و یا تعبیر خواهد شد خیلی کوتاه اگر برش بپردازین، چون این موضوع هر از گاهی مطرح میشه. اجازه را که ایچه ده تاکون خپلواک کمیسون ده تیرو تاکون و ده تجربون پی استفاده بندی زیار باسی هر حق سنز و مشکل چی مونگ پا تیرو تاکون که در لچی دوباره تکرار نسی او بهبود لپار اقدام بسی یو ده هغه موارد نه پا افغانستان که ده افغانستان خلگو تا آگاهی ورکوال آگاهی هغه موارد ده چه نه تنها ده تاکون خپلواک کمیسون پا دی وقتی زیار باسی مدنی طولنی مونگ تاس شاهد سو هر رو رز ده افغانستان پا یو خار نه یو خار که یو جلسه جریان لری هر رو رز د ټاکنو خپلواک کمیسون تاسو په هم د رسنیو نه او هم د رنګ د رادیو لارې د تلویزیون لارې د افغانستان خلکو ته پیغام ورکړي چې په راتلونکو تاریخي ټاکنو کې برخه واخلي. پلان لرو د ثور په میاشت کې په ټول افغانستان کې با پوزش آقای امرخیل، چون این سوال مرتبط با آگاهی عامه نیست و بدتر به این موضوع میپردازیم. کوتاه، آیا رئیس جمهور کرزی خواب گروگانی یا تاثیرگذاری بالای انتخابات را داره یا خیر؟ این سوال په دې مورد باندې د ټاکنو خپلواک کمیسون مهمترینه موضوع دا ده چې دا اداره تعهد د دې لري چې دغه تاریخي ټاکنې په خپل وخت او زمان برگزار کړي چې شپاړسم د حمل دی د شپاړسم د حمل لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسون ټول تدابیر نیولي لوجستیکی ترتیبات تخنیکی ترتیبات د بودیجې له لحاظه د ظرفیت له لحاظه توانایي وجود لري بینان د افغانستان خلکو ته موږ اطمینان ورکو چې دغه ټاکنې به په خپل وخت او زمان ترسره کیږي بهترو لپاره بهتر ټاکنو لپاره بهتر تدابیر نیول سوي دي او دا هغه څه دي د افغانستان هر وګړی هر ځوان یې د ارزو لري چې انتقال د قدرت د سیاسي اولین ځل چې یو منتخب رئیس جمهور نه بل منتخب رئیس جمهور ته د ټاکنو نتیجې کې به ترسره کیږي. آیا درک کردین که رئیس جمهور میخواهد تاثیرګذار باشه در حکومت آینده؟ دغه هیڅ شک شوبه نه ست تر اوسه پورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د رئیس جمهور د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون سر لیدنه کړې د رسمي همیشه تاکید کړی چې ټاکنو خپلواک کمیسون باید زیار وباسي تر څو چې ټاکنې ترسره کړي. دا د دې ژمنتیا ښیي همدارنګه په اواخرو کې یو فرمان دې صادر کړ په حکومتي چارواکو غږ وکړ دوی خودش یا با خودش تیر فرمان صادر کړ تر څو حکومتي چارواکي په ټاکنو کې مداخله ونکي او ټاکنو سره مرسته وکړي. راځي چې مثبت شکل باندې دا وارزه به نه تنها منفي شکل باندې ځکه افغانستان خلک عموما د منفي ګیري نه خسته سوي دي یوازینی ارزو چې دا ده به ټاکنې په موافق شکل باندې حضور دره صحبت میکنین میخوایم که نوې نگاه مثبت را هم به باور خود شما انتقال بدیم. خانم سمر در پهلوی ازو به مسئله آگاهی عامه هم پرداخته شد اما امروز هم شما شنیدین که شما را نهادهای مدنی صدا بلند کردن که آگاهی لازم به ویژه در میان زنها بر رفتن به پای صندوق رای وجود نداره به ویژه بر مناطق روستانشین. اما زمانی که از آقای امرخیل پرسیده شوه میگن که کارهای صورت گرفته در عین حال پوشش رسانه‌ای مسئله دسترسی مردم به رسانه ها را اگر شما میان انتخابات 2009 و 2014 مقایسه بکنن هیچ گاه قابل مقایسه نخواهد بود. به هر صورت من فکر میکنم آگاهی عامه صورت گرفته اما ای که در هر گوشه و کنار افغانستان رسیده باشه یا یک گپ مشکل است. من امروز اتفاقا همراه قمندان امنی اروزگان گپ میزدم گفت در یک قسمت از اروزگان یک آدم 75 سال است هنوز مرکز اروزگان ندیده از یک ولسوالی دوردست اروزگان. یعنی فکر کنین یک کسی که در 75 سالگی مرکز ولایت خود ندیده باشه از او شما چی توقع دارین که او چقدر آگاهی داشته باشه از مسئولیت که در قبال انتخابات داره و از حقی که داره که باید استفاده بکنه برای تعیین سرنوشت خود و فامیل خود. به او خاطر من فکر میکنم این مشکلات در بین زنها بیشتر است به دلیل از اینکه دسترسی زنها به آگاهی عامه کمتر است به دلیل محدودیت هایی که در جامعه افغانستان است. البته خوشبختانه رادیو در بسیاری مناطق افغانستان فعال است اما ای که رادیو به کدام زبان یا به کدام شکل آگاهی را به مردم میرسانه این باز بحث دیگه است که در گوشه و کنار افغانستان به چه شکل مثلا رسیده باشه و چقدر این خانوما واقعا فهمیده. مسئله دیگه که من میخوایم یادآوری بکنم این است که از بس تبلیغ میشه که میخواین سوء استفاده بکنن از این انتخابات یا میخوای رئیس جمهور تیم انتخاباتی مورد نظر خود کامیاب بسازه در یه جای شک نیست رئیس جمهور به عنوان یک شهروند افغانستان ممکن است یک نظر داشته باشه حقش هم است اما این که چقدر ادارات دولتی و مسئولین دولتی استفاده میکنن از این قضیه و چقدر تحت کنترل رئیس جمهور است یا بحث جدا است. بله از جمله که شما بر اشاره کردین یعنی اگر اشتباه نکنم بخشی از کمیسیون شما در ولایت غور و گفتن مقام های حکومتی و نماینده های مجلس جزش هستند.
آه متاسفانه شما میبینین که حکومت حتی در امتحان کنکور مداخله میکنه وکیلا. دقیق مسئله انتخابات خب بالاخره رسیدن به قدرت هست. طبیعی است. آقای مرادیان، در پهلوی ازی که اگر دکتر نظرات نسبت به آنچه گفته شد داشته باشه، میخواییم بفهمم که شما در رأس یک نهاد پژوهشی قرار دارین که میایین مسائل را دنبال میکنین. در مورد انتخابات با چه تفاوتی میشه نسبت به چگونگی برگزاری یا مدیریت انتخابات از 2009 و 2014 نگاه کرد؟ ببینید اونایی که داستان یوسف تعقیب میکنن، در اون داستان گفته شده از 7 سال قحطی و 7 سال نعمت با نعمت فراوان است. 2009-2004 او 7 سال فراوانی و نعمت فراوان بود که یعنی هر نازی که ما داشتیم جامعه جهانی او ناز قبول میکرد. اما 2014 سال آینده متاسفانه جامعه جهانی دست خود رو شسته است. دست خود رو شسته است و ما با یک از همکارای آقای جان کری صحبت میکردم، میفهمیم که آقای جان کری وقتی که سناتور بود در انتخابات 2009 آمد به کابل، صحبت های با آقای رئیس جمهور داشت، صحبت های با دکتر عبدالله داشت. او گفت که اگر اتفاقی بیفتد شما هیچ سناتوری از واشنگتن به کابل نخواهد آمد، این انتخابات شما خواهد بود. اگر انتخابات خوبی خواهد بود ما در کنار شما هستیم و با افتخار به مردم خود اعلام میکنیم که افغان ها توانستن یک انتخابات خوب برگزار کنند. اما اگر به هر دلیل ما نتوانستیم یک انتخابات خوب برگزار کنیم، جامعه جهانی ناز ما بر نخواهد داشت. یعنی با اون ادبیات خودتون دیگر جامعه جهانی تحمل نازبرداری بیشتر ندارد. نازبرداری ندارد و باید ما این مسئولیت قبول و بخصوص اینج مسئولیت جناب آقای رئیس جمهور بسیار بسیار مهم است. چون تاریخ افغانستان آقای رئیس جمهور قضاوت خواهد کرد، نه به خاطر برنامه صلح و نه به خاطر برنامه اقتصادی و ایجاد اداری و چون دستاوردهای آنچنانی نداشته حکومت ما در روسایا. اما اگر یک انتخابات خوب شد، تاریخ جناب آقای رئیس جمهور با نگاه مثبت قضاوت خواهد کرد و اگر ما انتخابات خوب برگزار نتوانیم کنیم، تبعات از او یک غیر قابل کنترل خواهد بود. برای همه معلوم است که افغانستان یک بعد از سقوط رژیم طالبان یک دو دوره انتخابات تجربه میکنه. متاسفانه که این شعارهایی را که دولت مردای افغانستان و نهادهایی را که مسئول هستند مخصوصا کمیسیون انتخابات او شعارهای میانتهی را که میتن، همین اکنون دیده میشه که خیلی از کسایی که در جامعه افغانستان زندگی میکنن یک دلهرگی نسبت به انتخابات در افغانستان دارن، مخصوصا در روستاهای کشور. ما سوالی را که متوجه آقای امرخیل میشه، میگم در روستاهای کشور خیلی سطح آگاهی پایین است، قسمی که بانو دکتر سیما سمر اشاره کردن، وقتی که سطح آگاهی در روستاهای کشور پایین هستن، چقدر اینا تدابیری را گرفتن به خاطر آگاهی بلند بردن سطح آگاهی مردم نسبت به انتخابات؟ و سوال دومم، باز هم متوجه جناب آقای امرخیل میشه، قسمی که ما انتخابات را که در دوره‌های قبل تجربه کردیم، افرادی را که از طرف خود نهادهای کمیسیون انتخابات برای خاطر چی انتخابات چی گماشته میشید، متاسفانه در روستاها و هم کسایی را که از سوی نهادهای امنیتی گماشته میشد و اونا مشخصا افرادی بودند که متعلق به یک کاندید بودند یا در شورای ولایتی و یا در ریاست جمهوری میرفتن، گروهی از آدم‌ها را مثل رحمه میبردن برای چی میگفتن مشخصا برای یک کس رای بدیم. چقدر برای ازی که کسایی را به اونجا بگمارن که تا خوب بتانن شفافیت انتخابات را تصمیم بکنن اینا تصمیم گرفتن؟ با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه، از زهره نادری هستم، دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه کابل. اما سوال داشتم از جناب آقای امرخیل، همونطور که ما شاهد هستیم قرار است که انتخابات در 16 ماه حمل سال 1393 برگزار شود و ما اگر
ببینیم اکثریت مردم و خصوصا مردم مناطق مرکزی در این فصل بنا به مشکلات راه‌های مواصلاتی که دارن و کوتل‌ها و برفباری‌هایی که هستن نمیتونن به سایت‌های رایدهی برسن، بنابراین نمیتونن اینا رای بدن. شما برای این مشکل چی رای حل را در نظر گرفتین و اگر به این مشکل رای حل در نظر نگیرین مردم به طور عموم شرکت نخواهد تانستن در شما انتخابات و این میتونه که از عدم مشروعیت انتخابات بکاهد؟ تشکر. با سلام و درود بر حاضرین در تالار و بینندگان عزیز، به همان یوسفی هستم. یکی از صفات بارز و شایسته انتخابات همان سراسری بودن و عادل نبودن آن است. در انتخابات گذشته من در بامیان بودم، اما متاسفانه اوراق رای دهی کمبود کرد با توجه به اینکه مردم از راه‌های بسیار دوردست با علاقمندی بسیار زیاد برای رای دهی آمده بودند، اما متاسفانه اوراق تقریبا شاید 20% یا 30% مردم نتونستن رای بدن. سوال ما متوجه عمرخیل صاحب است که شما چی تدابیر برای رسانیدن این اوراق رای دهی و همچنان دیگر مشکلات چی تدابیر برای شما دارید؟ به نام خدا و عرض سلام، سمیع الله محمدی هستم، یک تن از محصلین در رشته اقتصاد. سوال ما از جناب عمرخیل صاحب بود که زود و یا دیر امضا شدن پیمان امنیتی مطمئنا تاثیرات را بالای انتخابات خواهد داشت، یا این خوب خواهد بود و یا بد؟ شما چه تدابیر روی دست گرفتین که انتخابات به طور سالم به پیش بره و انجام شود؟ بله، سپاسگزارم. شما؟ سلام و ادب دارم خدمت آقای شیرزاد، مهمانان برنامه، حاضرین در تالار و بینندگان محترم در تلویزیون شبکه تلویزیون جهانی تولو نیوز و تولو. یک سوال داشتم از محترمه دکتر صاحب سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. جناب دکتر صاحب، شاید شما هم در جریان باشین که آقای کرزی تا یک فرمان خواستار رهایی تعداد از زندانیان طالبان از زندان بگرام شدند، که در حقیقت این یک جفای بزرگ و خیانتی است در حق خون شهدایی که از اثر حملات وحشیانه این افراد جانهای شیرین خویش را از دست دادن. و در رابطه اگر این موضوع را رد بتیم و برگزاری انتخابات، رهایی این افراد میتواند یک چالش بزرگ امنیتی را سر راه برگزاری انتخابات ایجاد کند که بدون شک چنین خواهد شد. میخوام نظر با موقف کمیسیون شما، یعنی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در رابطه با این فرمان. سپاسگزارم. شما؟ من رحیم سید علیرضا عالمی هستم، محصل علوم سیاسی دانشگاه کاتب. سوال ما متوجه آقای عمرخیل میشه ای که آیا در ولسوالی های که امنیت به طور کامل وجود ندارد صندوق گذاشته میشه یا نه؟ اگر گذاشته نمیشه، اینجا جامعه جهانی که به خاطر به گفته خودشان به خاطر تامین امنیت آمدن مسئول است یا حکومت افغانستان؟ به خاطر که حق رای حق مسلم ادبا یک کشوره. آیا این درست است که حق به خاطر ناکارای حکومت از مردم گرفته شد؟ تشکر. شما با سلام خدمت بینندگان و مهمانان گرامی، سوال من متوجه مهدی است که از آنجایی که انتخابات 93 بلندتر. از آنجایی که انتخابات 93 گره خورد است با مسئله 2014، که مسئله 2014 موجی از خوف و خشیت را بین ملت افغانستان پخش نموده است، چه تدابیر دولت برای زدادن این موج که کاهش میدهد حضور مردم افغانستان را در انتخابات گرفته است، چه باید بکند دولت افغانستان؟ سپاسگزار. و آخر هم از شما. شما. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض احترام و ادب خدمت مهمانان گرامی در تالار. سوالی دارم از آقای مرادیان که در رابطه با مشروعیت سیاسی که گره خورده با سنت سیاسی همی هدف از انتخابات است، و همچنان از جهتگیری موهوم و بدیلخواهی موافقتنامه از طرف کرزی، شما چی فکر میکنه اگر قرار به این باشه که تیم کرزی یکی از کاندیدان خود را به عنوان
بدیل این موافقت نامه در آینده بخواه به عنوان یک رئیس جمهور داشته باشه، آیا این انتخابات زیر سوال نخواهد رفت؟ سپاسگزارم. میشه که سوال هایی که از شما مطرح میشه ما میپرسم کوتاه کوتاه اگر پاسخ بگویید؟ اجازه را که سوالونو مخیصیست بفرد جواب ورکم. مننه دی دوستانو څخه دی آگاهی دی همیشه تاکونو خپلواک کمیسون تاکید په دې باندې کړی چې د امنیت نه وروسته د ټاکنو په وړاندې باندې غټترین چالش چې د هغه نه آګاهي ده په ملک کې. یعنې اوس هم د ټاکنو خپلواک کمیسون سرل دی نه چې زیار باسي، د رادیو له لارې، د تلویزیون له لارې، د سیمینارونو له لارې، همدارنګه د مبلغینو په استخدام کې چې موږ پلان لرو څو ورځې وروسته په حدود د 1.5 زر مبلغین په ټول افغانستان کې وګمارو. علماو نه مو غوښتنه کړې ده، مدني ټولنو نه مو غوښتنه کړې چې په دې عرصه کې د ټاکنو خپلواک کمیسون سره همکاري وکړي. بیا هم دا اکتفا نه کوي، مدني ټولنې باید موږ سره همکاري وکړي، ځوانان باید همکاري وکړي، باسواده قشر همکاري وکړي، هر افغان باید د خپل وظیفه وګڼي ترڅو نورو ته معلومات ورسي او دې تاریخي ټاکنو کې برخه واخلي. موږ په ثور په د راتلونکي میاشت کې پلان لرو چې په ټول افغانستان کې وسیع کمپاین شروع کړو، هم د دلوي په میاشت کې، هم د مبلغینو له لارې، هم د رادیو له لارې، هم تلویزیونونو له لارې، بالخصوص د خویندو لپاره. ترتیبات چې د ټاکنو خپلواک کمیسون نیولي، هر درې پیغامو کې یو پیغام موږ مشخص د خویندو لپاره کړی. همدارنګه سیمینارونه هم د ولسوالۍ په سطح باندې ډیزاین کړي دي یا طرحه کړي دي، د ولایتونو په مرکزونو په سطح هم کړي دي. همدارنګه د رادیو له لارې، د تلویزیون له لارې، په عمومي شهراو کې بلبورډونه او هغه پلسینونه د نورو څخه استفاده کېږي. یعنی په جمع کې زه یادوري کولی سم چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ټولې لارې چارې بلټي ترڅو د افغانستان خلک آګاهي ولري او د ټاکنو کې برخه ولري. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د کارمندانو په حق لباندې یو د مهمو مواردونه چې د تیرو ټاکنو نه موږ غواړو چې دا ځل بهبود لپاره اقدام هم کړی، دا تعهد د دې لرو چې د تقلب په مخنیوي کې مرسته کولی سي کارمند په ښه شکل ګمارنه یا استخدام ده، په دقیق شکل روزنه ورکول، او هر هغه کارمند چې په تیرو ټاکنو کې موږ سره کار کړی ده قانون ته یې وفاداري نه ده ښودلې، لوایح د ټاکنو خپلواک کمیسون ته یې وفاداري نه ښودلې. په حدود د 1.5 زره کارمندان دي چې دوباره به په هیڅ پوست اجازه نه ورکول کېږي چې دا استخدام شي. اما په هیڅ یو افغان غواړم یادوري وکړم، د ټاکنو خپلواک کمیسون سره له دې نه چې کوشش کوي په یو لرې پرتې سیمه کې یو باسواده شخص استخدام کړي او حتی یو مقدار معاش ورکول کېږي، اما په جمع کې تعهد د غزوان هم مهم ده، د یو کاندید هم مهم ده چې یو مشروع لارې څخه کاندید کمپاین وکړي نه غیر مشروع لارې. اجازه راکړئ زه به دا لنډ کړم. در دو مورد دیگر کمبود ورقای رای دهی و مسئله تاثیرګذاري پیمان بالای انتخابات خیلی کوتاه. اگر د اوراقو په مورد باندې د ټاکنو خپلواک کمیسون دا ځل د موادو کیفیت او کمیت ته ډېر زیات متوجه ده، هم با کیفیت مواد برابر کړي دي چې اطمینان ورکوم د افغانستان خلکو ته، په دې عرصه کې هیڅ تشویش ونه لري، هم د کمیت له لحاظه. هغه ستونزې چې موږ په تیرو ټاکنو کې درلودلې، بالخصوص د کمیت په مورد باندې په بامیانو کې، د کونډي کې، یا په ځینې نور مناطقو کې، هغې ته د ټاکنو خپلواک کمیسون متوجه سوی، دوباره هغه ستونزه نه لري، مطمئن اوسېږي. د پیمان په مورد باندې ټاکنو خپلواک کمیسون موقف داده، دا دوه جلا پروسې دي. ټاکنې د پیمان سره هیڅ ارتباط نه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسون ټول تدابیر نیولې دي. 14 د حمل 1993 کال باندې به ټاکنې ترسره کیږي. اړین تدابیر تکمیل دي، بودیجه شتون لري، تخنیکي تدابیر شته دي، ظرفیت وجود لري، تعهد وجود لري، او د آگاهۍ لپاره بیشتر اقدام کوي. نو دې عرصه کې هیڅ تشویش باید ونه لري، انشاءالله ټاکنې په خپل وخت زمان ترسره کیږي. رهایی زندانیان و تاثیر گذاریش بالا انتخابات کوتاه اگر البته دو مسئله است در رهایی زندانیا، یک خود پروسه که چگونه زندانیا رها شده، از نظر ما به عنوان یک شهروند قابل تایید نیست. ممکن است که افراد بیگناه هم زندانی شده باشه، ولی پروسه ما یک سیستم عدلی قضایی داریم، باید هم سیستم عدلی قضایی رو بررسی میکرد و محکمه و قضات افغانستان تصمیم میگرفت در این رابطه، عوضی که یک فرد یا سه نفر یا کمیسیون ساخته شده و این رو بررسی کرده. یک مسئله، مسئله دوم رهایی از این افراد که البته همگیشان بیگناه شاید نباشه و دست داشته باشند در حملات انتحاری و ترور و وحشت در افغانستان، رهایی از اینا ممکن است، ممکن است که جبهه مخالفین حکومت تقویه بکنه و باعث اختلال در انتخابات شود. یک مسئله دیگر به اجازه شما میخوایم یادآوری بکنم، این است که متاسفانه ما در وضعیت قرار داریم، افغانستان در وضعیت قرار داره که ما بخوایم نخوایم امضای موافقتنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا مؤثر از سر تاثیرگذاری خود از سر انتخابات میکنه. یک واقعیت است. ما خوب است که دو تا رو جدا ببینیم
ولی واقعیت امی است که ما از نگاه امنیتی، از نگاه اقتصادی، از نگاه از یک عالم نگاه های دیگه که متاسفانه واقعیت های افغانستان است، ای خواسته یا نخواسته، بخوایم و نخواهیم، سر انتخابات تأثیر گذاری خود میکنه. و ما تاکید میکنم که مردم افغانستان خودشان باید تصمیم بگیره و خودشان مسئولانه عمل بکنه در این راستا. یک نکته دیگر یادآوری میکنم، وی است آقای امرخیل گفت که از هر سه اعلان یا مسئله آگاهی دهی که است، یکش بر زن است. هنوز هم زن ها به اصطلاح 50% نیست. یو زنگره ده. دو هم 50% هم بلندتر میشه. آقای مهدی، خیلی کوتاه اگر اشاره بکنه. سوال از شما پرسید در مورد 2014 و انتخابات و اون چگونگی نگاه دولت نسبت به آینده. من هم مختصر ملاحظه سر مسئله ارتباط موافقت نامه با انتخابات دارم. به برداشت من که ارتباط غیر مستقیم بین دو تا وجود داره، امضا و یا عدم امضای موافقت نامه توسط رئیس جمهور کرزی به انتخابات سمت و سو میده به گمان من. اگر امضا شد ما یک نوع فضا را شاهد خواد بودیم، اگر امضا نشد فضای دیگر را شاهد خواد بودیم. در مورد 2014 که من خوب نگرفتم سوالیم و دوستا چون صدایشان میشه بپرسن خیلی کوتاه اگر چی میخواستن بگوین؟ بسیار مختصر که بله بفرم بدون مایک میشه بگوین. خروج نیروهای نظامی آمریکا و متحدانش از افغانستان موج از خوف و خشیت در بین ملت افغانستان پخش نموده است. این تاثیرات منفی که میگذارد این خوف، چقدر باید دولت تلاش کند تا این را بزداید و مردم را وادار کند تا پایز دوباره رای بیاید؟ اولا به باور ما موضوع خروج نیروهای بین‌المللی به طور کامل از افغانستان نیست. اما قسمی که در صحبت پیشتر خودم اشاره داشتم، موضوع از صحنه عملیات به عقب رفتنشان است. نیروهای بین‌المللی یک تعداد معین بین 10 تا 15 هزار قطعا در افغانستان میمانه. به تصریح که خود آمریکایی‌ها کردن، من این نقطه را خدمت شما به عرض میرسانم. و گپ دومی است که به گمان ما چون 3 سال پیهم میشه روی این مسئله بحث شده، اما چیش گرفته شده به اصطلاح جمپ و جولش به اصطلاح عامیانه گرفته شده، چندان وحشت زیادی این مسئله خلق نکرده در بین افغانستان، مردم افغانستان، یا خلق نمیکنه. به یه باری دیگه من شخصا خودم نگرانی بسیار زیادی ندارم که اگر نیروهای بین‌المللی از صحنه عملیات فکر میکنم از مدتش را به این طرف کنار رفتن، نیستن عملا، اگر یا در عملیات شرکت نکنن علیه مخالفین امنیت، دشمنای مردم افغانستان، مشکل بسیار جدی خلق میکنه، گمان نمیکنم و توانایی ای را نمیبینم در نیروهای مخالف که بتوانند مثلا یک شهر یا یک ولایت به تسخیر خود بیارن. البته عملیات های کنار جاده و انتحاری و ترور و ایگپا تبدیل به یک پدیده بدیهی شده که 30 چند سال شده در افغانستان هست. امیدوار هستم که 30 چند سال دیگه نه کوتاه‌تر باشه. سپاسگزارم آقای مرادیان، خیلی کوتاه اگر اشاره کنم. انتخابات 4 موضوع است که بنا به دلایل ما به 2 موضوع طالب پرداختیم. موضوع اول مسائل امنیتی انتخابات است، موضوع دوم مسائل تکنیکی انتخابات است، موضوع سوم مسائل سیاسی و موضوع چهارم مسائل حقوقی انتخابات است که ما امیدوار هستیم دستاندرکاران انتخاباتی کم کم روی مسائل سیاسی و مسائل حقوقی انتخابات ما صحبت داشته باشیم. به عنوان نمونه حوزه کاری و صلاحیت های کمیسیون شکایات و کمیسیون مستقل انتخابات مسائل و ابهامات حقوقی وجود دارد و ما کم کم باید به این ابهامات شروع کنیم برای آمادگی برای روز بعد از انتخابات. مسائل سیاسی انتخابات است که اگر چالش سیاسی بین برنده و بازنده به وجود بیاید، آیا ما مکانیزم های حل اختلافات سیاسی خواهیم داشت؟ خب پس اینجی مهم است در کنار مسائل امنیتی، مسائل تکنیکی و مسائل سیاسی و حقوقی انتخابات هم در نظر داشته باشیم. در مورد موافقتنامه امنیتی قبل از انتخابات امضا خواهد شد و یک نوع جنگ زرگری هست که بحث در حال ادامه دارد. گپ ها زیاد و فرصت اندک، اما فراموش نکنیم انتخابات 93 هر شب در همین جا
در همین ساعت از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. با سپاس از حضور مهمانان گرانقدر و شما عزیزان که تا حال بیننده انتخابات 93 از شبکه جهانی طلوع نیوز و طلوع بودید، فراموش نکنید فردا شب در همین ساعت گفتگوی ویژه با معاون گل‌آقا شیرزاد آقای عالمی بلخی. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.